صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يهار سيدي مخا تاسطول دوستان تا خراغلاسين بدي مبارك مجلس كي منصر اشتراك وكو مخي دينا چه خبل پروگرام شروع کو انشاء الله تاسو مختصر ډول د نن ورځې پروگرام یو رانا بیا چو چې تاسو ته معرفي کوم. زموږ پروگرام به انشاء الله د قاری صاحب محترم تلاوت سره به شروع کیږي. د هغې نه وروسته محترم بشیر صاحب به یو شل دقیقې تاسو ته د یو درس ولري او د هغې نه وروسته محترم غفوري صاحب هغه هم شل دقیقې تقریبا د قرآن کریم درس لري او د غفوري صاحب نه وروسته محترم استاد شکری صاحب هم یو پنځه یا نهایت لس دقیقې په یو موضوع کې به تاسو سره خبرې وکړي. کوشش کوو چې انشاءالله د ماښام د مانځه نه مخکې خپل پروګرام ختم کړو او د پروګرام په آخره کې بیا حاجي صاحب ملیار هم د مسجد په باره کې تاسو سره څه خبرې لري مختصر به او د مانځه نه ماښام مانځه نه متصل وروسته انشاءالله د ډوډۍ پروګرام ده او په عین حال کې به مونږ یو کوچنی قاري صاحب لرو چې هغه به هم بیا ډوډۍ نه وروسته یو تلاوت به وکړي. نو اوس د محترم قاري صاحب صدیق نه خواهش کوو چې راسي او زموږ پروګرام د قرآن په تلاوت سره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له اقرأ كتابك كفى بنفسك
نفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم. جزاك الله خير قيس أختار وستي ترى مباشر سر لخواهش كي بيك أخبر درس فضل كي مجمع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد حبيبنا وحبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. برادران و خواهران، حضار گرامی، هموطنان مؤمن و مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست از همه مقدم همگی شما عزیزان را در این محفل مبارک گرامی داشته و به فرد فرد شما مرحبا و خوش آمدید میگم. خداوند در برابر هر قدمی که شما برداشتید برتان اجر جزیل را عطا بفرماید. آیه مبارکی را که من خدمتتان تلاوت کردم، گرچه اینجا استادای بزرگ ششتم، خب جسارت نشد ترجمهش به طور مختصر چونین براتان تقدیم میکنم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، پاک است، منزه است آن ذاتی که سیر داد ببرد بنده خود را در شب من المسجد الحرام، از مسجد الحرام که همانا مکه مکرمه، مسجد الحرام و کعبه مشرف است که همگی دوستا دیدن و کسایی که ندیدن دعا میکنیم که خداوند نصیبشان بفرماید. الى المسجد الاقصى، با مسجد دور یعنی مسجد اقصا، قدس شریف همگی مشناسید. الذی بارکنا حوله، او جای قدسی که مسجد اقصایی که مبارک گردانیدیم، با برکت گردانیدیم ما حولش را، گرداگردش را. برکات معنوی هم است و مادی و حسی هم است. برکات معنوی همی که اکثر پیغمبران علیه السلام در اونجا پیدا شدن و اون موج وحی الهی بالایشان نازل شده و اکثرشان دفن هستند در اونجا، و برکات مادی که اونمو منطقه شام و فلسطین و ما حول مسجد اقصا پر از باغ‌ها که زیتون بزرگترین ثمره و برکت است، انجیر و انار و انگور و به میشکل دیگه ثمرات که خداوند این منطقه را پر برکت ساخته. به خاطر چی؟ ای اسرا یا ای سیر شبانگاه شد صورت گرفت، لنوریه او، که نشان بدیم به نبی خود پیغمبر حضرت مصطفی صلی الله علیه و سلم
من آیاتی بعضی از نشانه های خود را انه هو السمیع البصیر، یقینا که الله جل جلاله سمیع است، سمیع شنوا است، میشنوا. سمیع بسیار بسیار شنوا است. اینمی عالم را فکر بکنید برادران، با امی بزرگی، با امی مخلوقاتی که داره، با امی صداهایی که از انسان و حیوان و هرچی صادر میشه، حتی صدای رفتار مرچه ها را که انسان ها هم شنیده نمیتونن، الله سمیع میشنوه بدون از این که العیاذ بالله سر خداوند کدام ملابسه صورت بگیره که این صوت کیست، این صدای کیست. از همه مخلوقات خود را، حتی کوچکترین ذره که حرکت میکنه یا صدا میکنه، الله سمیع است، میشنوه. و بصیر همچنان بیننده است، ظاهر و باطن و آنچه که در ظاهر است، آنچه که در خفاست، همه چیزش هم الله سبحانه و تعالی بصیر است، میبینه. این برادرها حادثه اسرا و معراج یکی از حوادث بسیار عظیم است، یکی از معجزه های بسیار بزرگی است که خداوند اکراماً تکریماً به پیغمبر علیه السلام این معجزه را عطا فرمود. پیغمبری که از طرف قومش سخت عذاب را دید، سخت اذیت شد، عام الحزن، سال غم، ابو طالب یار و غمگسار و عمو کاکای پیغمبر علیه السلام وفات میکنه و چند روز بعدش حضرت خدیجه الکبرا ام المؤمنین زوجه پیغمبر علیه السلام وفات میکنه. بعد از وفات ابو طالب مشرکین اذیت و آزار خود را چند برابر سر نبی کریم صلی الله علیه و سلام میکنند. قصه طایف هم مشهور است که به طایف میره، در اونجا مشرکین و اوباشا و ملحدین به اندازه اذیت و آزار و آسیب به نبی کریم صلی الله علیه و سلام میرسونه که بدن مبارکش از خون جاری میشه و یگانه کسی که تکریمش میکنه معداست، غلام امو بزرگای بنی ثقیف بود. و بعد از این که پیغمبر علیه السلام به مکه مکرمه میاید، بسیار اندوهگین و غمگین داخل شدنشان به چقدر مشکلات که پس دوباره داخل مکه مکرمه میشه، در اینجا در شبی از شبها پیغمبر علیه السلام میفرماید که ما در حالی که چند روایت هست، یکی خانه امهانی آمده، یکی خانه خود پیغمبر علیه السلام، یکی حتیم یا حجر اسماعیل علیه السلام، که همگیش را علما نظر دارند که همگیش درست است، چون از سرزمین حرم و مسجد الحرام از اونجا سیر داده شده. گفت در قسمتی از شب وقتی که در خواب بودم، کسی آمد گفت مرا تکان داد، دیدم کسی را ندیدم. بار دوم، بار سوم، گفت جبریل علیه السلام آمد و از دستم گرفت، خارجم ساخت. در دیگر روایت که سه ملک که حضرت میکائیل بود و اسرافیل و جبریل آمدن و مسئله شق صدر صورت گرفت. ای را اگر در این طرف بریم زیاد وقت سرازی زایی میشه، امیم سرامی هست نگفت انشاءالله. و خارج از مسجد الحرام که میگه مرا آورد جبریل علیه السلام، دیدم که یک دابه، یک چارپای، یک مرکب که از بغل یعنی از قاطر کوچکتر و از حمار یعنی خر یا حمار یا اولاغ و اصطلاح باز برادرها از این بزرگتر و رنگ سفید دارم،
گفت که ایره برای ما آماده ساخته جبریل علیه السلام. گفت وقتی که من نزدیک شدم این سر و صدا را بلند کرد، حضرت جبریل علیه السلام توبیخن برش گفت که چی شده تو رای با؟ والله تا به حال ازی کرده انسان مکرم و محترم و با عزت و با شرف بالای تو دیگه کسی سوار نشده. این محمد است، مصطفی است صلی الله علیه و سلم. بعد از او میگه براق از بس که حیاش آمد عرق از تمام بدنش جاری شد. پیغمبر علیه صلات و سلام با معیت حضرت جبریل علیه صلات و سلام از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا که مسافه تقریبا یک ماه یا چهل روز است، در اونمو پاره از شب سیر داده می شود. وقتی که به مسجد الاقصا می رسند، در اونجا براق را پیغمبر علیه السلام در حلقه دروازه اقصای مبارک اونمو جایی که دیگه انبیا علیه السلام این را می بست بسته می کنه و داخل مسجد اقصای شریف می شه، اونجا نماز میگذارن. روایات علما و مفسرین چنین میگن که در اینجا پیش از عروج با انبیا علیه السلام ملاقات کرد و همگی انبیا و مرسلین را امامتشان را کرد، اونجا نماز داد. اما بعض مفسرین میگن که اگر نماز را امامت را با انبیا علیه السلام که کرد یا ادا کرد نماز را پیش از عروج می بود، وقتی که جبریل علیه السلام به آسمان ها بردش با انبیا علیه السلام ضرورت به معرفی نداشت که معرفی میکرد. بنابراین میگم که بعد از معراج به هر ترتیب، اگر قبل از معراج بود یا قبل از عروجشان بود یا بعد از عروج بود، انبیا علیه السلام را هم مگیش را خداوند در اونجا روان کرد و آمدن و پیغمبر علیه السلام البته این اشاره نکردیم که با روح با جسدش در بیداری سیر داده شد به مسجد اقصا. کسی که میگه خواب بود او را علما رد میکنن، میگه این قصه درست نیست و با روح و با جسد مبارک سیر داده شد. بعد از این از اینجا از مسجد الاقصا در اونمو قطعه از شب در امو پاره از شب عروج داره میشه به طرف رب العزت والجلال، به طرف رب العالمین. پیغمبر علیه السلام را وقتی که جبریل امین به آسمان اول میبره، اجازه دخول را اجازه ورود را میگیره، ملکی که مکلف از در آسمان اول اسماعیل نام دارد میگه کیستی؟ برش میگه که جبریل هستم و همراه محمد است. میگن آیا که مبعوث شده فرستاده شده؟ بله میگه فرستاده شده. برش سلام میتند و مرحبا و خوش آمدید. بعد از او حضرت آدم علیه السلام را در اونجا ملاقات میکنه، میبینه که از طرف راستش ارواح ذریه آدم علیه السلام میاد پیش آدم علیه السلام. برش میگه که روح طیبتون کنت فی جسد طیب، روح پاک و پاکیزه در جسد پاک و پاکیزه بودی. باز به طرف راست آدم علیه السلام اینا انتقال داده میشه. کسایی که اهل معاصی و اهل کفر و شرک و الحاد است، مشرکین و کفار، اونا به طرف چپ آدم علیه السلام برده میشه. برش میگه که روح خبیثتون کنتی فی جسد خبیث، روح پلید و ناپاک بودی در جسد پلید و ناپاک. باز با پیغمبر علیه السلام سلام میده پیغمبر علیه السلام با آدم علیه السلام و آدم علیه السلام بعد از مرحبا و خوش آمدید و اقرار به نبوتش، نبی کریم صلی الله علیه و سلم به آسمان دوم عروج داده میشه. آسمان دوم که عروج داده میشه
به می ترتیب اجازه گرفته میشه وقتی که در آسمان را برش باز میکنن کی از همراه محمد صلی الله علیه و سلم او قد بعث او ارسل آیا چیز شده مبعوث شده و از طرف خداوند فرستاده مقرر شده بل بله میگه سلام میتند و مرحبا در اینجا دو پسر خاله را حضرت عیسی و یحیی علیه السلام را میبینه ملاقات میکنه اونا مرحبا و خوش آمدید میگه و نبوتش اقرار میکنه باز به آسمان سیوم عروج داده میشه که در آسمان سیوم حضرت یوسف علیه السلام را در اونجا پیغمبر علیه السلام میبینه و اونجا زیبایی و جمال و حسن و حسین بودن یوسف علیه السلام را توصیف میکنه که به خاطر ضیق وقت از این میگذاریم یوسف علیه السلام برش خوش آمدید میگه و به نبوتش اقرار میکنه و آسمان چهارم عروج داده میشه در آسمان چهارم حضرت ادریس علیه السلام را میبینه اونا هم به نبوتش اقرار میکنن و مرحبا و خوش آمدید میگه و آسمان پنجم در آسمان پنجم حضرت هارون ابن عمران علیه السلام را ملاقات میکنه بعد از او به آسمان ششم عروج میفرماید در آسمان ششم حضرت موسی علیه السلام را در اونجا ملاقات میشن و حضرت موسی علیه السلام وقتی که پیغمبر علیه السلام را میبینه مرحبا و خوش آمدید میگه و به نبوتش اقرار میکنه بعد از او موسی علیه السلام به گریه میفته پرسان میشه که چی چیز تو را به گریه ناورده ای موسی میگه غلام یا نوجوانی که بعد از ما مبعوث شد امتش بیشتر از امت ما داخل جنت میشه یعنی تعداد زیاد از امت از این که داخل جنت میشه از امت ما کرده زیادتر است و بیشتر است بعد از او به آسمان هفتم عروج داده میشه پیغمبر علیه السلام که در اونجا حضرت ابوالانبیا پدر توحید را پدر موحدین را ابراهیم خلیل الله علیه السلام را امروش ملاقات میکنه برش مرحبا میگه که پسر کریم و پسر خوب و محبوب و به نبوتش اقرار میکنه باز بعد از او به طرف سدرة المنتهى عروج داده میشه سدرة المنتهى درخت بزرگ است سدره البته یا سدر امو درختی که تقریبا ما و شما او را بیر میگیم فکر میکنم اونمو تو یک چیز است اما او سدرة المنتهى یا او سدره با این سدره زمین فرق دارد او را در بعض روایات آمده که ریشه هاش در آسمان ششم و خودش از آسمان هفتم بلندتر شما فکر کنید بزرگی و چیز سدرة المنتهى را وقتی که در اونجا عروج میفرماید پیغمبر علیه السلام میگه که حجاب در بین ما و حضرت جبریل علیه السلام آمد و پیغمبر علیه السلام در اونجا به سجده میفته و میفرماید که التحیات لله و صلوات و طیبات و تشهد همگیتون بلد هستین باز خداوند در جوابش میفرماید که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته در اینجا پنجا نماز بالای پیغمبر علیه السلام فرض میشه وقتی که پیغمبر علیه السلام میاد پیش موسی علیه السلام از ابراهیم علیه السلام و میگذره ابراهیم علیه السلام چیزی برش نمیگه موسی علیه السلام میگه که چی را بالای پروردگارت فرض گردانید میگه پنجا وقت نماز را برش میگه که ای محمد صلی الله علیه و سلم امت تو بسیار ضعیف و ناتوان است پنجا وقت نماز را ادا کرده نمیتونه برو از رب تخفیف بخواه جبریل علیه السلام استاد میباشه و نبی علیه السلام گویا که مشوره از جبریل علیه السلام میگیره طرفش نگاه میکنه میبینه جبریل علیه السلام هم تایید میکنه میره پیش حضرت باری تعالی در اونجا تخفیف میخواید
با چل نماز میشن، میآید پیش موسی علیه السلام، باز روانش میکنه تا بالاخره که نمازهای پنجگانه پنج وقت خداوند فرض میکنه. وقتی که میای باز موسی علیه السلام میگه که ای نبی الله، ای مصطفی صلی الله علیه و سلام، تجربه ای که ما از بنی اسرائیل دارم از این کرده خفیفتر برایشان خداوند فرض کرده بود، اونا چیز کردن به اصطلاح سرکشی کردن، نتونستن، ضعیف آمدن، امت تو ضعیفتر از اوناست. باز پیغمبر علیه السلام میفرماید که من از الله شرم کردم، حیا کردم، دیگه نمیرم. باز صدا میاد که امر خود را نافذ کردم، اینمی فرض پنج وقت مساوی با پنجاه وقت است، یعنی الحسنه تو به عشر امثال ها، که حسنه ده برابر ده چند، یعنی همی پنج وقت مساوی به مو پنجا وقت است. بعد از این پیغمبر علیه السلام پس به بیت المقدس نزول میکنند. در اینجا روایات است، میگه شیر، عسل و چیز را آورد به پیغمبر علیه السلام، شیر و شراب و آب پیش کرده شد برش، گفت که آب را میگذاشت، گفت که اگر آب را میگرفت خودشان غرق میشد و امتشان، شراب را گفت اگر میگرفت خودشان گمراه میشد و امتشان گمراه میشد. پیغمبر علیه السلام شیر را گرفت، نوشه جان کرد. جبریل علیه السلام برش گفت که هودیت الی الفطره و هودیت امتک الی الفطره، که ما قال علیه السلام در حقیقت به فطرت هدایت شدی و امتت هم به فطرت هدایت شد. وقتی که نبی کریم صلی الله علیه و سلام انبیا علیه السلام را امامت میکنه، بعد از این پس دمی براق سوار به طرف مکه مکرمه تشریف میارن و در مسیر را، در عرض را، قافله های قریش میبینه که از طرف شام اونا به طرف مکه مکرمه روان است، که یک جای شتر گم میشه، شترشان راهنمایی میکنه، در دیگه جای خواب می باشند، در یک ظرف آب را اینا نگهداری کرده بود و سرش را درست محکم بسته بودند. پیغمبر علیه السلام می ظرف را باز می کنه و آبش را می نوشه و سرش را به اون ترتیبی که بسته بود بسته می کنه و می آید. وقتی که می آید شب هنوز صبح نشده. این سفر طولانی که در ذهن بشر، در ذهن انسان میلیون ها سال نوری را کار داره که انسان به سماوات عروج بکنه، اما پیغمبر علیه السلام در پاسی از شب، در پاره از شب، در بخشی از شب کل گینمی سیر داده شد به چیز اقصای مبارک و عروج فرمودن تا پیش رب العالمین. ایره پیش پروردگار که عالم را خلق کرده، گیتی و هستی را خلق کرده، هیچ العیاذ بالله کدام مشکل نیست که طرفت العین چشم انسان به هم بزنه، این کار صورت میگیره، چون الله قادر است و قدرتایش به چشم دیده شده و دیده میشه. بعد از این پیغمبر علیه السلام وقتی که از خواب بیدار شدن صبح، به مردم گفتم که ما سیر داده شدم، امشب به مسجد اقصی رفتم. در او وقتی که اذیت و آزار شدت پیدا کرده بود، در این وقت کفار و مشرکین میاید تعجب میکنند. ابو جهل میگم دست خدا از تعجب به سر خود مانده بود، ایران مانده بود که این چی میگه. هم نه یک غوغا را برپا کردن که بگن که این صاحبتان چی میگه. یک تعداد زیادی از کسایی که نو مسلمان شده بود این خبر را که میشنوند مرتد میشن، از دین ارتداد میکنن، میاین با ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه را که میگن که صاحب دینتون میگن، میگه این کان قال فقط صدق، اگر این را گفته باشه راست گفته در حقیقت، و ما چیز بزرگتر از او را که وحی بالاش میاید او را تصدیق میکنم، این خود چیز آسانتر و خفیفتر از او است. بعد از او مشرکین میگه وصف
اقصار برا ما بکرو، اکثرش دیده بود. پیغمبر علیه السلام میگه که حجاب برداشته شد و اقصای مبارک بلا تشبیه، بلا تشبیه امیال تلویزیون ها هست، هر نقطه دنیا را اگه اقصای مبارک یا مکه مکرمه را که بخواهید امیان و واحد انسان دیده میتاند، به می شکل پیش رویش ظاهر میشه و یک که یک نشانی های مسجد اقصای شریف را به مشرکین میگه و هیچ کسی نیست که رد کرده بتانه، چون کلگیش درست بود، صحیح بود. باز بعد از این میگن قافله را، از قافله که اول میده پیغمبر علیه السلام که در فلان جای شطورشان گم شده بود، در فلان جای آب از ظرفشان خوردیم و در فلان وقت از تنعیم اولین شطور که سر قافله می باشه و داخل مکه مکرمه میشه نشانیاش را نشانیش را میگن. وقتی که میرن میبینن که راست گفته، درست فرموده پیغمبر علیه السلام. پیش از اینکه دکتر صاحب برای ما اشاره کنه، ما فقط چند نقطه را عرض میکنم که در مورد اسراء و معراج مفسرین کرام و علمای کرام اینا چندین نظر داره. یکی میگه که قرطبی میگه که در سال اول بعثت، طبری میگه که در سال پنجم و می شکل. اما رأی که راجح هست، قوی تر است، میگن که بعد از وفات خدیجه الکبرا، بعد از عام الحزن یا حادثه رخ داد، میگن در 27 رجب بود. 27 رجب بود، کسی میگه در ربیع الاول بود، کسی میگه در رمضان بود. به هر ترتیب میایم خلاصه که ماه رجب فکر میکنم گذشت، رجب خلاص شد، چیز داخل شد، شوال داخل شد، شعبان داخل شد. خب در این رجب باز عادات و تقالید است که نمازها و نمیفهم عمره را برو در رجب بکنه و این یبا در سنت صحیح پیغمبر علیه السلام ثابت نیست. و رجب درست است که یکی از ماهای محرم است، انسان باید در هر ماه، در هر وقت، در هر لحظه عبادت و ذکر خداوند جل جلاله را بکنه. و خلاصه ای که باز بدعت هایی که رواج است در این ماه مبارک رمضان، ای دستونت نامده، می مجرد رواج های مردم است که ای را به ترویج گذاشتن. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باشه سه مدنم یا دیر مهمی واقعی دی اسراء و معراج تا اشاره و پراو دیر ارزشمن معلومات اولان بکرن. واقعی چی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خپل امت دی پارا دیر مشاقت نلی دلی دی ترسو چی خپل امت دی پارا اسانتیا و بجوان کی راو دی. اللہم صلی و سلیم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. او دی پروگرام په دې وخت کې اوس دی محترم استاد رفوری صاحب نه خواهش کېږي چې راسي او خپل درس شروع کړي. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين، أما بعد. برادران وخواران عزيز، الله جل جلاله قدمها وزحمتها شمارة بأجر وحسنات بزرق تبديل كنا. إيك شما امروز در اینجا ششتین، چارزانو ششتین تکلیف را قبول میکنیم، این را ثابت میکنیم که شما اهل ایمان هستیم، شما اهل قرآن، اهل مسجد هستیم. این که به دعوت مسجد شما لبیک میگیم، در اینجا حاضر میشیم، شاید از ما چیزی یاد نگیریم. گاهی وقتی که یک تعداد از برادرها و خواهرها به برنامه اسلامی دعوت میشه به قرآن و حدیث و سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت میشن،
ایرا میگن که ما به عمل ضرورت داریم. گپ ها زیاد است. هیچ شکی نیست که علم بدون عمل یک مسئولیت است که انسان او را سر خود انداخته میره. ولی الله جل جلاله چی میفرماید؟ و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، تو انسان ها را تو امتت تذکیر کو، ریمان کو، بار بار برشان بگو. بخاطر چی؟ فإن الذکر، این ریمان کردن، این تذکیر کردن، این که مردم ما به مسجد دعوت میکنیم، برادرها و خواهرها، کارهای مهم، مسائل اجتماعی خود را میمانن، میاین در مسجد، با قرآن و حدیث، تلاوت مقبول قاریس صدیق گوش میگیرن، به ما افتخار است. در آیت ها میاین، اگر میکنیم، اگر میاییم، این ما به خود میکنیم. هیچ کس حق نداره بالای ما منت بگذاره. هر قدمی که میمانیم این به نفع خود ماست. امروز در مسجد حرام در سریلانکایی ها در روز توقع 1000 نفر است. 1000 نفر در روز باید جمع شود. برشان تهیه نام شده، برنامه گرفته شده. در غیر از اون من توقع داشتم که تعداد ماش امروز در اینجا زیادتر میبود. چرا 1000 نفر در روز جمع میشن؟ چند نفر از اطفال و بزرگها قرآن یاد میشان حفظ کردن. در این موسم مبارک، در این حفظ مبارک، در اوج اینقدر تعداد کلان از مردم جمع میشن. ما افغانها الحمدلله مسلمان هستیم. ما قرآن دوست هستیم. اسلام دوست هستیم. ما این را ثابت کنیم که بر نسل آینده خود ما این درس را بدیم که تا که زنده هستیم شما بدون قرآن زندگیتان در تاریکی و در ظلمت است. ما امروز چند آیت از سوره لقمان این انتخاب کردم. سوره لقمان سوره است که قبل از هجرت نازل شده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره هجرت نکرده بودند. و خوب نیست از هر کلا وقت رسول قیامت اشاره بکن. انوز هجرت نکرده بودن در اوج بالای مسائل عقیدوی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 13 سال سرش کار کرد. به خاطر چی؟ یک مثال میتونم. کسی که مسلمان نبود، اما کسی که پسانتر صحابی شد، مسلمان شد، سابق دختر خود را زنده گور میکرد. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. چی میکردن؟ دختر خود را زنده به گور میکردن. به خاطر چی؟ ایمسکه على هون ام یدسه فی التراب. آیا این شرم را با خود بگردانم که من خانم دختر شدم؟ دیگر را آرزو میکنم میره خانه مردم میره. این شرم را کجا آمده کشتم؟ ام یدستم فی التراب یا ایست که من را زنده در خواب گور کنم. یکی از دو انتخاب ما دارم. این فقط یک مثال است، زیاد تفصیلی نمیریم سرش. غیر از این کارهای خراب و منفی در قسمت زنها، در قسمت مظلومین، خردا، حقوق مردم پایمال بود. ولی عقیده و ولی مسائل شرعی وقتی که مطرح شد، اسلام بر زن حقوقش داد، مقام زن به بالا برد، هر کس را حقش داد. اما کسایی که دخترهای خود را زنده به گور کردن، سالها گریان میکردن که او دخترش که به یادش میامد چرا می دختره که خود را زنده به گور کرده. به این خاطر سوره لقمان از جمله سوره هست که سر مسائل فکری و عقیدوی کار میکنن. ما به اطفال خود این را بگویم که الله رازق است. رزق در دیگری و در کار و در این مسائل نیست. ما در نماز خود، در قرآن خود ما به این افتخار کنیم. مرد به دست الله هست. این جزی از عقیده است. ما این را با اطفال خود مطرح کنیم تا که الله عجل مرا ختم نکرده و شکست عجل مرا
نفس ما را گرفتن میتونه. رزق به دست الله است. عزت و ذلت به دست الله است، به دست مردم نیست. برای هیچ کس ما باید سر خدا پایین نکنیم. به او خاطر در مدر قرآن مکی که پیش از هجرت نازل شده میگه که شما خدایتان را بشناسید. الله معبود شما کی است؟ وقتی که شناختین زحمت بکشین بشناسین او را، در کدام کار خوش میشه، در کدام کار خفه میشه، پشت خوشیش برید، از خفگیش خود را نگاه کنین، اطاعتش را کنین، پیغمبرش را بشناسین. آیا ما پیغمبر خود را بشناسیم؟ دقیقا صفاتش ما باید پیدا کنیم و او را در زندگی خود ما تطبیق کنیم. به آخرت یقین داشته باشیم. هیچ نوع شک در دل شما پیدا نشه. این سه مسائل اساسی است که در قرآن مکی این مسائل مطرح میشه. در این آیاتی که من بر شما تلاوت کردم، الحمدلله که در یک موسم پربرکت قرار داریم، میبینیم که دروازه های خیر باز شده میره. شعبان است و رمضان است. لطف الله جل جلاله است که ما آهسته آهسته ما به موسم خیر و برکت ما و شما نزدیک شده میبینیم. آیاتی که تلاوت کردم در مورد لقمان، امام قرطبی رحمت الله علیه میگه که لم یکن لقمان و نبیه، لقمان پیغمبر نبود، فقط یک بنده، یک انسانی بود که همیشه فکر میکرد و یقین بسیار عمیق داشت. الله جل جلاله الله را دوست داشت، بناهن الله جل جلاله او را دوست داشت، بناهن برش حکمت داد. حکمت به ایمانم وقتی که گپ میزد به جای گپ نمیزد، نظر میداد که او باید قابل رد نمیبود، مکمل دارای حکمت بود. الله جل جلاله امام جلالین رحمت الله علیه یا تفسیر جلالین میگه که داود لقمان علیه السلام پیش از داود علیه السلام زندگی میکرد، حکمت داشت، فتوا میداد. وقتی که داود علیه السلام آمد به این معنا که در او عصر زندگی کرد. الله جل جلاله می فرماید که ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما قسم یاد میکنیم که ما لقمان را حکمت را دادیم. حکمت امیره میگه که در جای مناسب گپ مناسب بزن. قرآن کریم جایش کجاست؟ بالای میز است. قرآن جایش نیست که سر زمین مانده شود. حکمت امیر ایجاب میکنه قرآن در اینجا مانده شود و هر چیز در جایش مانده شود، این حکمت میگه. برش گفتم که انشکر لله، برش گفتم که شکر الله جل جلاله را به جای بیار ای لقمان. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، هر کسی که شکر الله را به جای میاره در حقیقت برای خود امو نفعش برای خودش میرسه، پاداش ثوابش برای خودش میرسه. ما اگر تدین انتخاب میکنیم، ما اگر با قرآن و مسجد ارتباط قائم میکنیم، این فایدهش به ما میرسه. اگر شکر میکنیم فایده شکر به ما میرسه، اگر کفران میکنیم ضرر کفران به الله جل جلاله نمیرسه. ما به تدین خود، ارتباط خود با مساجد ما افتخار میکنیم و شکر میکنیم. فَإِنَّ اللَّهَ وَمَنْ كَفَرَ، هر کسی که کفران میکنه، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بدون شک الله جل جلاله بی نیاز است، به شکر ما و خود ضرورت نداره و حمید است، در ذات خود محمود است. اگر کسی صفتش کنه یا نکنه، او خود به خود صفت شده. و اذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا بني لا تشرك بالله، لقمان وقتی که لقمان علیه السلام یا لقمان گفت به بچگک خود و در حالی که برش وعظ میکرد، ای بچگک من لا تشرک بالله، بر الله جل جلاله شکر شرک نکرد. الله جل جلاله که تو را پیدا کرده هیچ کسی را به او برابر نکن. برش نصیحت میکنه که به صفت یک پدر مهربان بچه خود میگه که از شرک خود را دور کن. تفاصیل شرک در شما معلوم است، عین حقیقت را
که لقمان به بچه خود بسیار وقت قدیمی گفته بود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر قوم خود بر قریش میگفت که شما این بت‌ها این سنگ‌ها برای خود فایده نمی‌رسانند، برای کسی ضرر رسانده نمی‌تونند. شما به صفت پدر مهربان، به صفت انسان مهربان برای قوم خود همین مطلب را چی می‌کرد؟ اشاره می‌کرد. این شرک لظلم عظیم، بدون شک شرک یک ظلم بسیار کلان است. و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن. ما الله جل جلاله میگه امر کردیم انسان را که با پدر و مادرت احسان کو، با پدر و مادرت رویه خوبی کو، اگر زنده است این دوام بده، اگر فوت کردن دعا کو، صدقه و خیرات را برشان دوام بده. حملته امه وهنا على وهن، مادرش، مادر هر انسان، انسان را برداشت، باردار شد، در شکم مادر بود، ناتوانی بر ناتوانی. وقتی که طفل در شکم مادر می باشد، هر قدر که طفل کلام می شه، به مو اندازه مادرش ضعیف می شه و ناتوان می شه. و فصاله فی عامین، جدایی از شیر در دو سال است. الله جل جلاله بر انسان میگه که براتون امر کردیم که انشکر لله، که تو شکر الله جل جلاله را به جا بیار، که شکر ایمان را که تو را مؤمن گردانیده، تو را مسلمان پیدا کرده، ولی والدیک و شکر پدر و مادرت تو به جا بیار، الی المصیر، به طرف من بازگشت شما هست. حقوق پدر و مادر زیاد است، حق مادر زیادتر است. حدیثی که سه بار کسی پرسان کرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که چهارم، در بار چهارم میگه که باز حق پدر است. ولی در جانب دیگه حدیث دیگه وجود داره که حق پدر را مردم فراموش کردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگن که رضا رب فی رضا الوالد، رضایت و خوشی الله جل جلاله در خوشی و رضایت پدر است. و سخط رب فی سخط الوالد، اگر الله جل جلاله غضب میشه سر کسی، وقتی که کسی پدر را ناراض میسازه، الله بالایش ناراض میشه، الله بالایش غضب میکنه. و این جاهداک علی ان تشرک بما ليس لك به علم فلا تطعهما. با وصف هزی که مقامش بسیار بالا است، اما یک چیز را الله جل جلاله اشاره میکنه که رابطه دینی، رابطه عقیدوی از رابطه خون و نسب کرده بلندتر است. گاهی اگر پدر و مادر تو را به شرک امر میکنه، گفتش قبول نکن. تو را امر میکنه که گناه کن، از راه حرام پیسه پیدا کن، رابطه حرام داشته باش، گفت پدر و مادر را فلا تطعهما، گفتشان را قبول نکن. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، خوب بخاطر زحمت هایی که کشیدن در دنیا همراهشان خوبی کن. و اتبع سبیل من اناب الی، پیروی و فالو بکن رای کسی که به طرف من رجوع میکنه، رای الله را انتخاب کرده. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، باز بعد از شما به طرف من میاییم، شما را خبر میکنم که اعمال شما چی رقم داره. علما ای آیت را میگن که در مورد سعد بن ابی وقاص، یک صحابی بزرگ، در مورد از اون نازل شده. ببینید که رابطه ایمان چقدر قوی است. مادر سعد رضی الله عنه دید که بچهش مسلمان شده، بسیار کوشش کرد که او را از ایمان دور کنه. بالاخره که گپاش قبول نکرد، گفت که من تا وقت او نمیخورم و نان نمیخورم تا که تو از دینت نگشتی، تا که اسلام ثبت نکردی. سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه برش میگه که ای مادر، من خود را دوست دارم، خو الله و پیغمبرش را از تو که زیاد دوست دارم. قسم به الله جل جلاله، اگر صد نفس داشته باشی، صد نفس، هر این صد نفس ید یکی از جان تو براید و تو تقاضا کنی که من دین را ترک کنم، هیچ وقت من دین را ترک نمی کنم. دلت نان میخوری یا نمیخوری، او میخوری یا نمیخوری،
ای به خودت ارتباط داره، من دین اسلام را ترک نمی کنم. وقتی که مادرش این تصمیم قوی صدر دید، باز باد از او گفت که خود دین خود تیر نمی شه. پس رجوع کرد، اما خوردن و نوشیدن خود چی کرد؟ شروع کرد. من مختصر می سازم. لقمان رضی الله عنه برای بچگک خود میگه که یا بنیه ای بچگک من، اینها انتکو مثقال حبت، اگر کار خوب یا کار خراب. ما کلگی کار خوب هم میکنیم، کار خراب هم میکنیم. اگر این به اندازه مثقال حبت، به اندازه یک حبه، یک ارزن یا گندم باشه، فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض، و این یک دانه اگر در سنگ باشه، در آسمان ها باشه یا در زمین باشه، یعطی بها الله، ایره الله جل جلاله میاد. شما ایره یقین داشته باشین که امروز که چارزانو شیشتین در برابر ما گناهگارا شیشتین گوش میگیرین، این پیش الله جل جلاله زایی نیست. ان الله لطیف خبیر، بدون شک الله جل جلاله بسیار چی است؟ بسیار بارک بین و باخبر است. بسیار چیز خود هم الله جل جلاله حساب میکنه. یک مسئله، مسئله مهم دیگر، لقمان رضی الله عنه یا علیه السلام برای بچه خود چی میگه؟ یک کار بسیار پرهزیمت و پرسترگ مهم را برای بچه خود چی میگه؟ میگه نماز را متوجه باش. یا بنیه ای بچگک من، اقیم الصلاه، نماز بخون. نماز مهم است، اهمیتش بر ما و شما مهم است. الله جل جلاله میگه که حافظوا علی الصلوات، دوامدار نماز بخوانید، با ادب در اوقاتش با شرایطش شما نماز بخوانید. حافظوا علی الصلوات، بزنس و کار و تعلیم و تربیت هیچ وقت باید در پیشوی نماز او حائل واقع نشود. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارک میفرماید که بین الشرك و بین الرجل و بین الشرك و الكفر ترك الصلاة، در بین مشرک و در بین کافر یگانه فرقی که از نماز است. بناهن لقمان علیه السلام برای بچه خود نگه که یا بنیه ای بچه اگه که من اقیم الصلاة و امر بالمعروف، مردم به کار خوب امر کن، و نه عن المنکر، مردم از کار ناروا، از اخلاق بد مردم را منع کن، و اصبر علی ما اصابک. در راه دینداری، در راه دعوت، وقتی که مشکل برات میرسد، مردم سر تاپا میزنه که این سعی کنی چی کار است. مردم میگه که دیوانه است، مردم میگه بیکار است، کدام وظیفه دیگر نداره، مسائل شرعی مطرح میکنه، رقم رقم تاپا سر زده میشه، و اصبر علی ما اصابک. بی تفاوت راه دعوت تا همیشه به مسجد بیا، قرآن تا بار بار خوانده برو. این ذالک من عزم امور، برش میگه که ولا تصعر خدك للناس، روی تا از لحاظ کبر، از لحاظ کلامکاری روی تا از طرف مردم نگردان. ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین مغرور را نرو، در زمین مغرور را نرو. بعضی مردم فکر میکنن که اگر من در راه آیستای صبر و ممت خدا کمک عاجز بگرم، مردم شاید فکر کنه که این آدم خوب است. این ضرور نیست. مسلمان با عزم است، با تصمیم است، قدمای خود راست راست میمانه، دستهای خود زود زود دور میته. مردم بفهمه که مسلمان با شخصیت است، مسلمان در پیش خود یک هدف داره، وقت خود ضایع نمیکنه. خاصیت مسلمان در راه با قوت میره، اما با وقار، با تواضع، چشم گوش خود کنترل میکنه. ان الله لا يحب كل مختال كفور، بدون شک الله جل جلاله انسان متکبر، انسانی که خود را سر خود بسیار حساب میکنه، ثنا و صفات خود میکنه، او الله جل جلاله دوست نداره. وقصد فی مشی، میگه ای بچگه کن، وقتی که راه میری بسیار سلو سلو نه، ایتو بسیار تیز هم نرو که مثل دوشواره باشه. وقص اقتصاد و میانروی، ایره انتخاب کن. وقدد من صوتی، صدایت پخش کن، صدایت بلند نکن. در اینجا ما را یک هدف بسیار مهم را در اینجا اشاره میکنه که مفهوم از چیز، هر کسی که در وقت صحبت، هر رقم صحبتی باشه، اگر کسی با آواز پخش گپ میزنه، مانای از چی است؟
مانای از این است که ای آدم مؤدب است، ای آدم بالای خود اعتماد داره، گپ که میزنه بالای خود اعتماد داره و کانفیدنس داره و ایده مطمئن است گپ ما راست است، گپ خود با قوت میزنه، آهسته آهسته گپ میزنه و صدای خود بلند نمیکنه. در مقابل کسی که چیغ میزنه با آواز بلند گپ میزنه، مانای از چی است؟ مانای از اینکه این آدم ادب نداره، مانای از این است که در گپ خود این آدم شک داره، مطمئن نیست که من چی میگم، میفهمه که گپ من یک عیب داره، یه عیب گپ خود را با آواز بلند خود چی میکنه؟ پت میکنه. بناهن الله جل جلاله چی میگه؟ از لقمان علیه السلام نقل میکنه که وقت صوتک صدایت بخش کن، به خاطر چی؟ این انکر الاصوات، یقینا بدترین و زشترین آوازها لصوت الحمیر، آواز خر است. شما آواز خر را باید دارید که اگر میشنوه آدم ناراحت میشه. کسی که بی مطلب آواز خود چیغ میکنه، مردم رو به تکلیف میکنه، گیره الله جل جلاله به او شکل تشبیه کرده. گپ خود ما دیگه خلاصه میکنم، الله جل جلاله به شما اجر بده که در مسجد تشریف آوردین، ایره در ثواب و در حسنات شما حساب کنه. چون بعد از مغرب اینجا نان و این مسائل هم ترتیب شده به اساس خواهش برادرها، در حدود 1000 پوند شاید مصرف نان ما شود. اگر یک 4 برادر ایره یا 5 برادر کسانی که تواناییش دارن 200-250 ایره به دوش میگیره، ما به جرأت باز میتونیم که پروگرام ها را جور کنیم. در غیر از اون میفهم خود مسجد اینقدر توانایی ندارد. اگر در مجلس ما کسی هست که این مصرف را بین 4 یا 5 نفر یا 6 نفر تقسیم میکنیم، ما این مجالس را به جرأت پیش میبریم. اگر امکانش نباشد، انجینیر افضلی تشریف دارن دیگه، اونا باز اونا هر کسی که وسش میرسه او را اونا سطح بیششان خواد بود، ولی اگر همین 4-5 نفر اگر این را به دوش بگیره، باز بعد از اون دیگه اونا انشاءالله که کار ما آسان خواد بود دیگه. اونا باز اگر دلتون میخواه که آل دستان بارا کنیم یا پسانتر با انجینر سب افضلی ببینیم دیگه، اینجا تشریف دارم. خدا من شما را خیر بده. سبحان رب کرم العزت هم ویسفون و سلام و نهار مسلیم و الحمد لله رب العالمین. جزاک الله خیر استاد محترم. واقعا چه اسلام دین دی بشریت لپاره دی سعادت او نجات دین ده، او باید مونږه همیشه دی الله شکر او باسو دی دین باندې مشرف کړیو. رضیت بالله رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبی و رسول. پروگرام دی ورخه کې اوس محترم استاد چکری صاحب هم خپل غټوري وینا کوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.
اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعزيم سلطانك يا رب. ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا، ولك الشكر شكرا جزيلا كثيرا كثيرا. وأصلي وأسلم على نبيك محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله مولانا العظيم. در آغاز سلام و تمنیات نیک مرا که از صمیم قلبم نشأت می کند بپذیرید. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. شوخی روا باشه که وقت معمی قدر از برابر وقت از مولای تنبل که همیشه مردم خطبه می داد چیزی یاد نداشت مثل مواره سر منبر می آمد یک دو سال سه سال هم تو خود چلان تو خلکو خکوی بد مکوی، مغیر از اینکه در این وقت ممکن خکوی بد مکوی که چیز گفتم. ولی باز هم از اینکه واقعا من از جمله سخندانه نبودم، از بزرگوار محترم مبشر صاحب غفوری صاحب تشکر که لطف کردن برای ما وقت دادن. من خیلی یک حدیث بالای معجب تأثیر کرده، اونمو گپ پیامبر اسلام که مسلمان کسی است که چیزی را که برای خود میپذیره برای دیگران بپذیره. من این حدیث را میخوانم براتان، ولی شاید یک کلمه شه وقت داشته باشم که تشریح کنم. حدیث طولانی است، متباقی شد باز دوست زنده و صحبت باقی. پیغمبر اسلام حدیث شریف کسانی که آل دوستای پیدا شده که سند حدیث هم از پیش آدم میخواه خیلی خوب گپ بسنید. حدیث ابوذر غفاری روایت میکنه و تخریجشان امام مسلم کرده، حدیث صحیح است ولی حدیث قدسی. پیغمبر اسلام میفرماید که فی ما رواه عن ربه قال الله سبحانه و تعالی: یا عبادی اینی حرمت الظلم على نفسی فجعلته محرما بینکم فلا تظالموا. یا عبادی كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا الغفور أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أستغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا دري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم
وجنكم قاموا على سعيد واحد فسألوني فعطيت كل واحد مسألته ولا ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إن هذه أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث صحيح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث شريف خیلی طولانی است، وقت زیاد میخوایم و میفهم و وقت دوستا خیلی کم است. من همین 5 دقیقه و 10 دقیقه دارم در یک کلمه حدیث خدمتتان او را مصرف میسازم. خدا کنه خسته نشوید، مفید است. یا عبادی اینی حرمت ظلم علی نفسی فجعلته بینکم محرما فلا تظالم. این یک عبادش او بندگان من خدا می فرماید من ظلم بالای خود حرام گشتم که بالای کس ظلم نکنم، در حالی که رب العزت والجلال هر چیزی که در ملک خود می کند عدل است. و ما ربک بظلام للعبید، خداوند هیچ وقت ظلم را نمی پذیرد. چرا ایجا رب العالمین برای ما میگه که من ظلم بالای خود حرام گشتم دی؟ در آیات دیگه میفرمایه که من ظالم نیستم. و ما ربک بظلام للعبید، دوستان متوجه باشید، و عباد الرحمن اکثر جوای عباد نه و عبید. فرق عباد و عبید چی است؟ فرق عباد و عبید اردوش بنده خدا مانانه تا بندگان خدا، ولی عباد بندگان مسلمان خدا، عبید بندگان مسلمان و غیر مسلمان خدا. حتی بالای کافرام ظلم نمی کنم، حتی بالای کافرام ظلم نمی کنم. او خدایی که لا معقب لامره، کسی نیست که کاری از او را تعقیب کنه، کسی نیست که او را محاسبه کنه، کسی نیست که او را محاکمه کنه. عظمت رب را ببینید، عظمت رب را. ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله عما يشركون. سبحان الله، خدا را به عظمتش نشناختن. خدا آن ذاتی است که در روز قیامت نه تمام زمین ها به یک قبضه‌اش است و تمام آسمان ها را به دیگر دست خود داده. اینقدر عظیم است این خدا. امی خدا میگه که من سر خود ظلم را حرام گشتاندم که مرا کسی مراقبام نمی کنه، محاسبام نمی کنه و محاکمام نمی کنه و اگر بخواین که بکنن کردام نمی کنه. او بنده عاجز و ضعیف، او آدمی که هر لحظه مراقب استی و محاسب استی، حتی یک پلیس عادی تو را محاکمه میکنه، تو چرا ظلم میکنی سر مردم؟ و ظلم نکن بالای مردم. ظلم چی را میگه دوستا؟ ما همی را فهمیدیم که یک نفر را بزنی همی ظلم است، با چاقو با تفنگ با کنینی. ظلم در لغت مجاوزت الحد میگه، همی که از حد تجاوز کردی ظلم است. ظلم تدخل در امور غیب به هر وسیله که باشه. غیبتش کردی ظلم کردی، دروغ دیسیج بسته کردی ظلم کردی، بهتان کردی ظلم کردی، لطش کردی ظلم کردی، مالش خود ظلم کردی، توهینش کردی ظلمش کردی. او بنده های ما ظلم نمی کنم، شما و هیچ ظلم در بین شما حرام گشتانید، فلا تظالمو، سر یکی دیگه تان ظلم نکنید. تمام عذابهای گناهان را خداوند مؤخر کرده برای روز قیامت که خدا حساب میکنه. ولی اثنان یعجلهم الله فی الدنیا البغی و العقوق، دو ظلم را
دو چیز را خداوند در دنیا انسان را جزا میده، یک آدم ظالم را و یک کسی که پدر و مادرش را عاق کرده باشد. در دنیا چه قسم ما جزا میده؟ گپ منیز گپ قرآن است. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند او قومی که ظالم است هدایتش نمیکنه در دنیا. ظالما را خدا هدایت نمی کنه، هر قدر که بخواه برای هدایت به چون ظلم کرده هدایتش نمی کنه. و دیگه چی است؟ عذاب دنیایش. ان الله لا يحب الظالمين، خداوند ظالم را دوست نداره. و در قیامت تا حقوق مردم را ظالم نپردازه داخل جنت نمیشه. لتودن الحقوق يوم القيامة إلى أهلها، حديث ذكر رواه الشيخان، لتودن الحقوق إلى أهله يوم القيامة حتى يقاد من جلحاء إلى القرناء، أو كما قال خداوان ميغا در روز قيامت حقوق مردم از پیشتان میگیرن، تا حتی گوسفند شاخداری که گوسفند بی شاخ را به شاخ خود زده بود انتقام از او را میگیره، باز برایش میگه خاک شوید. تا حقوق او جمعی فهمید که چیز آدم داده نمیتونه. اونم او حدیث معروفی که اعمال صالح انسان را میگیرن. اعمال صالح نداشت، اعمال سیئه انسان مظلوم را میگیره بالایش میگذارن تا مستوجب دوزخ شود. و ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، وفي بعض الروايات ليس بين دعوة المظلوم ولو كان كافرا وبين الله حجاب، بين دعاء آدم مظلوم وبين خداوند ولو كافر باش مظلوم هیچ پرده وجود نداره، خدا مستقيم دعایش قبول میکنه و او را استجابت میکنه. دوستان ما یک مشوره براتون دارم، وقتم پر است، خوش هستم که یک کلمه حدیث تشریح شد. ظلم به معنای واقعیش تجاوز از حد است، تجاوز از منطقه اختیارات انسان است. خداوند میگه من این ظلم بالای خود ناروا گشتاندیم، حرام گشتاندیم، تو هم ظلم نکن. به زبانت بالای مردم که تاخت و تاز میکنی ظلم است، غیبت مردم میکنی ظلم است. غیبت اموست که یک نفر بدش میگی و امو بد در اون موجود است ولی در غیابش میگی، امی حرام است. هر کس غیبت یکی را میکنه خداوند تمام اعمال صالحش به او آدم میده. عبدالله ابن مبارک میگه که اگر قرار باشه ما غیبت کس بکنم، این نقطه را متوجهشیم دوستان. عبدالله ابن مبارک میگه قرار باشه که من غیبت کسب بکنم، من غیبت مادرم هم میکنم که کل ثوابم با مادرم بره، چرا به خانم بیگانه میرم؟ مادرم غیبت میکنم که حداقل در روز قیامت خداوند ثوابای بره به مادرم بده. آدم الهی را غیبت شکنی ثوابت میبره، فایده نماز خواندن هیچ چیز نیست برای آدم نماز خواندن. و بهتان مو است که آدم بیگناه را یا گناه را پشتش چسباندن، این خیلی گناه بزرگ است، خیلی گناه عظیم است و این ظلم است. و ظلم دو قسم است، یکی ظلم بالای نفست است، یکی ظلم بالای غیر است. بالای نفست امی ظلم است که قمار بزنی پیسی تا امی ظلم کردی بالای نفست، این امی را هم خدا نمی بخشه تا حسابی از این را ندید. و هر معاصی را که می کنی ظلم است، و این شرک لظلم عظیم. وقتی که یک انسان شرک نره به جای خدا یک نفر دیگر را استاد میکنه، معنایش است که از حد خود تجاوز کرده، این ظلم بزرگ است. و دیگر نوع ظلم است که بالای غیر ظلم کنی، حقوقش را پامال کنی، عزتش را پامال کنی، حرمتش را در نظر نگیری و او را بی پرده بسازی، بی لباس بسازی، بی آبرو بسازی، فقط به خاطر شفای غلیلت که دلم یک ذره سرد شد و الان زنگ دلم خمیده شد، ولی خبر نیستی که در روز قیامت از این حساب میدی. در روز قیامت
عزيز ثابت ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. گوشت، چشمت، زبانت، وجودت، هر حرکت را که میکنه از او خدا در روز قیامت از هر کدای ما شما پرسان میکنه. الهی ما شما را از زن نگاه کنه که در روز قیامت ظلمات هست، تاریکی هست و ما شما را انسانهای عاجز، خاضع، متواضع، فروتن، منقاد، تسلیم و رب العزت و بشریت غرای محمدی صلی الله علیه وسلم بگردانه که راه نجات است. دیگه هیچ راه نجات نیست دوستا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی شدید و مهم آجید در این شهر و خانه پرورگر علم در مورد طول تدیر عمل توفیق رکی اوز گرد وقتی و بینزه لستقی و پاتی محترم ملیار سیب نه خواهش کهیگی چه ستیرت تشریف داری و به مسجد مبارکی و سموزات شهر لهر تنمخ که طول و حضار و تا دیپاک نبی صلی اللہ علیه و سلام توحبه بلانده کنم که السلام علیکم و رحمت الله و برکات. محترم و حاجی صاحبان و علماء و دین ببرخه که دیره که خبری وکرده اللہ پاک دی دوی تا اجون واکی او منت دی اللہ پاک توفیق راکی که عمل که بندی بکنم و دیده کوری گرام گردانندگان و یو غرط مسئولیت ما تی پا غرط بندی اچوالای دی چه آغا ستاس و حضار و امانت دی چیزی باید تاسی تا پا کامل او صحیح شکل بندی برسول من و دیده که زبا تر خپل حد پوری کوشش وکم چه هاگه چه چه واقعات بی دی خپل حد نه تجاوز هم و نکم چه مستاد وز بدی آخر و مراحل و که دی مسائل و تا اشاره وکرم ورونو زبارم پاکت دی مسجد پروان و حالاتو که تاش خبر کم چون دا مسجد ستاسو دی تاسو بدی که حق لری او تاسو باید دی طول جریاناتو نه خبر وسیدی. مخکې مسایلو ته ضرورت نشته چې موږ لاړ شو چې څه واقع شوي دي، څه شی شوي دي، هغه ستاسو په مخکې تېر شوي دي. تنها زه شپږم د مارچ راځمه چې تاسې اکثره ورونه په دې مسجد کې حاضر وی او د اووه څلوېښت جلسو او څوارلس جرګو نه وروسته ورونو په اکثریت سره فیصله دا وکړله چې دوه نفره معزز علما چې دواړه دلته امامان تیر شوي وو چې یو خطیبزاده صاحب وو او یو صاحبزاده صاحب وو دوی ته وجیبه ورکړل شوله چې راځئ چې موږ و تاسو مشترکه دې مسجد ته لاړ شو او دغه کوم مشکلات روان حالات چې دي دا د ورونو سره مشترکه مشوره وکړو او په مشوره سره مخې ته لاړ شو. زه په یقین سره تاسو ته ویلی شم چې موږ ته راه د دې مسلې نه وو چې په مسجد کې د تشنج جوړ شي، ځکه موږ دوه معزز علما د دې کار دپاره معذب کړي وو چې فقط د دین او د وحدت او د یووالي په مورد کې خبرې وکړي، چې هغو نه توقع د دې شي نه کېږي چې پلان اخسته هغه دې داسې خبره وکړي چې هغه د تشنج ته لاړه شي. متاسفانه مایک ور نه کړل شو، سویچونه مات شو، پولیس ته زنګ وویل شو چې د دې یوشي هم موږ امید نه درلوده. پولیس راغله مسجد د څلیری ساعتو دپاره بند کړه شو چې په دې حد ټولو شیانو باندې موږ واقعا چې تر اوسه پورې ډېر سخت رنګ وو.
خدا ستاسو امانت ده چې ما تاسو ته ورسو پښپګم د مارچ باندې کله چې دا حادثه وسوله پولیسانو په پولیس سټیشن کې د دواړو جانبو نمائندگان موجود و فیصله دا وشوه چې دو نفر معذفین یو د یوې طرف نه یو د بل طرف نه باید د مسجد چارې په مشترکه شکل باندې مخې ته بیایي تر هغو پورې چې یو فیصلې ته سره ورسېږي چې یو محترم علمیار صاحب او یو استاد هارون و علمیار صاحب د فعلي کمیټې د خوانه او استاد هارون د سابقه کمیټې د خوانه معذب کړل شو. د امامانو په مورد کې درې کسان معذب شو چې یو محترم خطیبزاده صاحب و چې امامت د جمعې به هغه کوي، دوم قاری صاحب کشمیر و او دریم قاری صاحب صدیق معذب شوله چې دا به امامت د مسجد کوي او دا امامان به په خپل وختونو سره خپل امامت کوي. کله چې موږ مسجد ته راغلو اولین زیاتی چې وشوه په حضور د علماو کې بعد د فیصلې نه هم مسجد ته چې راغلو قاری صاحب ابمدین مخکې شه او جماعت مات کې دا مسله یې دلته ماته کړله. دومه مسله موږ دې ته اهمیت ورنه کړ. دویمه مسله پشپږم تاریخ فیصله اووم تاریخ فیصله وشوه، په نهم تاریخ باندې یو لک یو پنځوس زره او پنځه سوه فنډه د مسجد د اکاونټ نه انتقال شوله. فیصله دا وه چې دوه کسان چې یو به استاد هارون او جناب علمیار صاحب د ټول امورو کې په مشوره سره کارونه کوي. متاسفانه بدون د دې نه چې علمیار سره مشوره وشي دا یو لک یو پنځوس زره روپۍ د مسجد د اکاونټ نه انتقال شوه. وروسته دغه نه موږ راغلو تقریبا دیرش نفره و په دغه اتاق کې کېناستو د ماخوستن د لمانځه نه وروسته چې په دې مسله باندې خبرې وکړو چې دا عمر څه رقم اوس مخې ته بوځو چې استاد زبیر راننوه، دروازه یې ووهله او په ډېر یو جذبه سره یې موږ ته هغه وکړه او دا مسله یې اوس راغلو دې مسلې ته چې مسله بیا دوی بدون د دې نه چې هغه وشي محکمې ته یې بوولې ده دوه محکمو هغه دلایل چې دوی درلوده هغه یې رد کړي دي. متاسفانه درېیمه محکمه پاتې ده چې ویشتم په دا مارچ کې به په هغه کې جون او جولای کې به کېږي. نو اوس یو څه ورونه وړاندې شوي دي د خیر دپاره چې صلح وکړي. موږ ورته هر وخت اهلن وسهلن وایو، لبیک وایو، دا مسجد د ولس ده او هره د صلح فیصله چې کېږي موږ ورته هرکلی وایو، انشاءالله حاضر یو چې خبرې باندې و. جزاکم الله خیرا، وخت اذان ده نو تاسو وخت نور نه ضایع کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.